ثباته. آمار درس میدن بعدن، ولی راه حل اینو نگاه کن. امیر محسن جان برامون حل کرد، نکته داشت، فرمول خاصی داشت، همش محاسباته. پس بچه‌هایی که به من میگن آقای معاذ تا روز شروع کلاستون چی کار کنیم، هر کی سوال پرسیده من یه جواب دادم، گفتم برو رو محاسباتت کار کن، عدد برای خودت بنویس، جمع کن، ضرب کن، تقسیم کن، مخرج مشترک بگیر، همینجوری محاسبات تقویت بشه، شما راحت 3-4 تا تست کنکور رو با کمی مفاهیم که ما آموزش میدیم میزنید و یه عدد گذاری اجباری. حسین جان اگه کسی میاد میخواد سراسری 1401 رو حل کنیم. بچه ها سراسری 1401 این جزء صحیحه که سال 11 هم خوندید، من براتون جزء صحیح رو یادآوری بکنم بعد وقت بدم این تست رو حل کنید. جزء صحیح رو من بعداً مفصل درس میدم، ولی در این حدی که الان این تست رو حل کنید گزینه بفرستید. بچه ها این نماد جزء صحیحه. ما برای محاسبه جزء صحیح 3 حالت در نظر میگیریم. حالت اول، اگه داخل جزء صحیح عددت صحیح بود خودشو میاریم بیرون، مثلا جزء صحیح 5 میشه 5، مثلا جزء صحیح منهای 3 میشه منهای 3، این دیگه قدر مطلق نیست که مثبتش کنید، مثلا جزء صحیح 0 میشه 0. یه لحظه صدا رو نگه دار. اگه داخل جزء صحیح عدد اعشاری مثبت بود، مثلا 3.5، گور پدر رقمای بعد ممیز، فقط عدد قبل ممیز رو میاریم بیرون، یعنی جواب ما میشه 3. مثلا داریم جزء صحیح مثلا 4.76، گور پدر رقمای بعد ممیز قبل ممیز رو میاریم بیرون، جواب میشود 4. این هم حالت دوم. حالت سوم، اگه داخل جزء صحیح عدد اعشاری منفی بود، مثل منهای 3.5، میگیم گور پدر رقمهای بعد ممیز قبل ممیز رو یه واحد کوچیکش میکنیم، منهای 3 رو یه دونه کوچیک کنیم میشه منهای 4، یا میتونیم بگیم منهاش رو میاریم بیرون، خود عددها رو یه دونه گندش میکنیم، الان منها رو بیارم بیرون یه دونه گنده کنم میشه 4. یه دونه دیگه بریم، مثلا جزء صحیح 6.512، منتها منهای 6.512، میگیم گور پدر بعد ممیز قبل ممیز رو یه واحد کوچیک میکنیم میاریم بیرون. خب 6 رو یه واحد کوچیک کنیم بیاریم بیرون میشه -7، یا در واقع میتونیم بگیم منها رو آوردیم بیرون 6 رو دونه گنده کردیم. این یادآوری جزء صحیح در همین حد. بیا این تست کنکور 1401 رو هم دیگه حل کنیم. بفرمایید. این تست کنکور 8 روز پیش بوده. خب کی رو خطه؟ نسترن خانم. صدا با تأخیر میره. نسترن صحبت میکنی؟ نه صدا خیلی با تأخیر میره. بچه صدای من برای نسترن با تأخیر میره. خب من شخص دیگه آخرین تستمونه نه حسین؟ ساعت چند دقیقا؟ ده ثانیه وقت بدیم بچه ها اینو حل کنن و بریم. بچه ها گزینه بفرستید، 60 ثانیه وقت داریم، بعدم 60 ثانیه من حل میکنم و بریم. گزینه بفرستید.